خوراکی شو یاندگی با اینا رو از ما کم کردن، ما مجبورشون دنبال ما 410 20 یورو میگرفتیم، الان میگیریم 200. یه مدت که قاعد شد بعد میگیریم 210 یورو، میمونه 200 یورو. با 200 یورو ما دکتر شخصی گرفتم، بعد از 2 سال هیچ درمانی ما انجام ندادم. ما هر دفعه رفتیم گفتن تو خوبی، مشکل نداری. همین بیمارستانش این دکتر اینجا هم که بود، الان اونم مثل این که نیست دیگه. تو وسط بیمارستان آخرین چیزش بود، اون جمع شد. یعنی ما بدون هزینه نداریم تا چیز بریم، تا شهر بریم. باید با 10 سنت، چون همون 10 سنت بقیه مهاجرینی که توی همین کم هستن با اون 10 سنت اونا هم توان مالیشون اونقدره. این کمکی بود برای نه فقط من، برای همه اون مهاجرینی که داخل کم هست. این قد بشه خیلی ها، نه فقط من، بقیه هم مشکل میخورن. گفتیم ما اجازه خواستیم که داخل خونه هم چیکاری بودم، گفت اجازه نداره. مدیر کم گفت نمیشه، هم چیزی نمیشه، امکانش نیست. بعدی ما 3 تا کشور، 2 تا کشور، حالا 3 تا کشور، کشور خودم و علاوه ایران و علاوه ترکیه، تا اینجا بخاطر همین نابرابری آمدم. راهی باشه که من بتونم اون قوانین رو اجرا کنم. ما به قانون یونان احترام داریم، هر کشوری باشیم ما به پناهنده مجبوریم، یعنی باید قبول کنیم قوانین هر کشوری رو، منتها نه در حدی که ما بدتر از کشور قبلی. به ما ظلم نشون نمیخوام چیزی رو. ما از همین چیزا فرار کردیم اومدیم همچین کشوری. شاید درست هم نبوده باشه، حالا ما قوانین یونان رو زیر پا گذاشتیم، بیزینس کردیم تو کمپ، ولی از اجبارمون بوده، مجبور بودیم وقتی اونجا یه چیزی منقطع شده اینجا یک کاری کنیم، پر کنیم خالیگاه رو. درجه اول ما این روند پیشرفت مدارک و کیس پناهندگیمون پیش بره، ما اینا رو اینا پیش بره، ما این مشکلات به این مشکلات نمیخوریم. یا اینترویوی که به ما گفتن 15 روز میاد، 20 روز میاد نهایتش، ما 8 ماه و نیم من منتظرم. ما چند سال باید صبر کنیم؟ Thank you.